قبلا درباره عفونت ها صحبت کردیم، عفونت های دستگاه تناسلی در خانم ها و آقایون، و در ادامه مباحث عفونت های دستگاه تناسلی میرسیم به عفونت های دوران بارداری. با اپلیکیشن مادرشو و وبسایت مادرشو کلیه مباحث رو میتونید تکرار کنید و دنبال کنید. در عفونت های دوران بارداری ما چندین مورد رو باید بررسی کنیم در مراحل مختلف. قبل از بارداری هر خانمی که میخواد باردار بشه اول یک سری آزمایش‌ها و یک سری ویروس عفونت‌های ویروسی رو در اونها چک می‌کنیم. یکی از اینها سایتومگالو ویروس هستش، همچنین واریسلا زوستر، عفونت‌های HSV، عفونت‌های HIV، هپاتیت ها و همچنین موارد‌های عفونت‌های زنان و عفونت‌های ادراری. بعد از اون عفونت دیگه ای رو که باید بررسی بکنیم عفونت های توکسوپلاسموز هستش که اینها به وسیله یک سری آزمایشات بررسی میشه. خانم وقتی که باردار شد در 3 ماهه اول دوباره ما یه سری آزمایشات رو تکرار میکنیم، از جمله آزمایش آنتی روبلا برای ضد سرخچه، واکسن های ضد سرخچه رو تزریق کردن یا نه، و یا ویروس سرخچه در بدنشون فعال هست یا نه، همچنین عفونت های ویروسی همچون هپاتیت، همچنین مواردی مثل تبخال تناسلی و ویزیگیل های تناسلی رو بررسی می کنیم. در معاینات 3 ماهه اول حتما توصیه می کنیم که کشت واژن انجام بشه، چون ممکنه خانمی عفونت های دستگاه تناسلی داشته باشه ولی علائمی نداشته باشه، و در کشت واژن ما این رو بررسی می کنیم، به آزمایشگاه می فرستیم و این موارد مخفی و ناآشکار آشکار میشه. در 3 ماه اول اگر عفونت ها درمان نشه باعث سخت میشه. در 3 ماه دوم هم یک کشت دیگه خواهند داشت که یکی برای بررسی گونوکوک ها هستش و دیگه برای بررسی استرپتوکوک های مثبت، که این کشت حتما باید انجام بشه همراه با آزمایش ادرار، که اینها جزء روتین و معاینات آزمایشگاهی لازم در 3 ماهه دوم هست. اگر خانمی هر کدوم از این علائم رو داشته باشه ممکنه علائم دردهای زودرس زایمانی درش پیدا بشه، و یا حتی گاهی اوقات ممکنه بگه که شکمم میگیره و ول میکنه و این علامت به این دلیل هستش. در 3 ماه سوم هم ما سعی میکنیم که مادر رو از لحاظ ترشحات و میزان رنگ و بوی ترشحات بررسی بکنیم، اما با توجه به اینکه در دوران بارداری میزان ترشحات افزایش پیدا میکنه، مادر همچنان مطمئن نیست که آیا ترشحاتش عفونی هستن یا عفونی نیستن. در این موارد هم ما توصیه میکنیم که کشت واژن دریافت بشه، ماما و پزشک زنان در مطب 2 تا سواب از واژن بگیرن و ترشحات واژن و دهان رحم رو به آزمایشگاه بفرستن و بررسی بشه، چرا که اگر عفونت های مرحله سوم زایمان جدی دیده نشه باعث زایمان زودرس و یا عفونت های خونی در جنین میشه، که بعد ممکنه اینها نیاز داشته باشن که به بیمارستان در نوزادان مراجعه بکنن و بستری بشن. اما اگر هر کدوم از این عفونت ها مثل کلپسیلا ها یا استرپتوکوک های مثبت در 3 ماه سوم تشخیص داده بشه، با یه آنتی بیوتیک ساده میشه درمان بشه و دیگه این فرزندان ما نیازی به بستری و اقامت در NICU نخواهند داشت. با شما هستیم در کنار شما با اپلیکیشن و وبسایت مادرشو. ما رو دنبال کنین، نازنین هستین و بسیار دوست داشتنی.